برای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دست یاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولد دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است، به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید: 949 910 3585 و یا 818 590 0134. زندگی زیباست. درود بر شما بینندگان گرامی، خوش اومدین به برنامه رهایی. من سیامک هستم، یکی از اجرا کنندگان این برنامه و جوان ایرانی با داشتن 36 سال و 11 ماه تقریبا پاکی و قدری هم بهبودی از هر دو بیماری اعتیاد و وابستگی های متقابل یا هم وابستگی. کتابی که اینجا یکی کتاب خدمتتون هستش و انشاءالله که بتونین تهیه کنین کتابو بخونین. بله، بیماری وابستگی متقابلی که همطور که مطرح کردم قدری هم بهبودی من ازش گرفتم، به نظر شخص بنده ریشه های اصلی هر گونه بیماری روانی از جمله بیماری اعتیاده و خوبه که ما واقف بشیم به این بیماری و اینکه کدوم از این ویژگی ها، کاراکتریستیک ها این بیماری در ما وجود داره و بعد از شناختش بتونیم روش کار کنیم متعهدانه و ازش بهبودی بگیریم. به نظر من هر انسانی قدری از این ویژگی ها رو داره، باور کنیم، و اگه یه ایرانیه قدری بیشتر، اگر یه خانوم ایرانیه قدری بیشتر از اون، و اگر یک مادر ایرانیه که قدری بیشتر از اون معمول دارن این ویژگی ها رو. و بنیه و اساس این بیماری روی عشق پیاده میشه، یا دوست داشتن. ولی متاسفانه دوست داشتن و عشقی که بیمارگونه است و تأثیر منفی رو کسی که ما دوست داریم پیاده میکنه، نه تنها بال و پر بهشون نمیده، اونا رو با برای زندگی آماده نمیکنه، بلکه یا اونا رو تشویق نمیکنه که به مکنونات داخلی خودشون پی ببرن و انسانی پرقدرت‌تر و قادرتر بشن، بلکه اونا رو یه علیل یا هندیکپ بار میاره یا یه وابسته. برای همینی که میگن هم وابستگی یا وابستگی های متقابل یا وابستگی های ناسالم. برای دوستان گرامی، این بیماری گنجوده شده در این فرهنگ غنی ما، فرهنگی که خیلی هم بهش میبالیم. البته توهین نمیخوام بکنم، قسمتی از فرهنگ ما خیلی هم غنیه و باید هم بهش افتخار کنیم، ولی قسمتیشم خیلی خیلی ناخوش و بیمارگونه است. حتما شنیدین که میگن خودت بگذر، به خود اهمیت نده، از جونت بگذر. وقتی هوا سرده و دارن همه سرما میخورن، اگه یکی میبینی کت نداره، کت تو یا جکت تو دریا بده به اونها. وقتی یکی گشنه هست، غذاشو نخورده، تو به خود اهمیت داده، لقمه رو بذار دهن اونا. این صحبت ها رو که شنیدین حتما. شاید اون تعداد از شما که در آمریکا به دایی اومدین یا بچه بودین خیلی اومدین آمریکا، ندارین من چی میگم،
ولی اونایی که اقلن یه 10-15 سال 20 سالی تو ایران بودن مثل بنده بعدن اومدن آمریکا، یا اونایی که در آمریکا در ایران از طریق جلویس دارن برنامه ما رو میبینن، میدونین که من چی میگم. یعنی به خودت اهمیت نده، ببین چگونه میتونی سرویسی به دیگران بدی یا خدمتی به دیگران بکنی یا تأثیری در زندگی اونا به وجود بیاری. که راستشو میخواین اشکال بعدی نداره این مسئله، اگر که یه تعادلی برقرار باشه، اگر این به صورت سالمی انجام بشه. خدمتگذاری خیلی هم خوبه، تأثیرگذاری خیلی هم خوبه، ولی نه مثل تأثیرگذاری خدمتگذاری که مثل من بیمارگونه بود و 15-16 سال پیش زندگی زناشویی خودم از دست دادم. تو ذهن خودم میگفتم چقدر انسان بزرگواری هستم، از خود گذشته ای و تمام زندگیمو گذاشته بودم روی جلسه گذاشتن، سمینار گذاشتن، سازمان های غیر انتفاعی، دوتا بیمارستان کار کردن و غافل شدم از وظایف شخصی خودم با در مورد زندگی زناشوییم با همسرم و بالاخره منو طلاق داد. من یه روانکاوی هستم که چون به این مسائل واقف شدم، بهبودی گرفتم، جلسات مربوطه رو رفتم، روان درمانی شدم، میتونم اینو اقرار کنم و امروز این برسم بشم، یعنی خجالتم بکشم، ولی میگم چون شاید 4 تا روانکاو دیگه، روانشناس دیگه، مشاور دیگه که به این دلایل وارد این رشته شدن و آسیب دارن میرسونن به زندگی شخصی خودشون، زندگی زناشویشون، زندگی خانوادگیشون، اونا شاید بیدار شن، شایدم نشن، شایدم بگن سیامک تو خیلی بیماری، ما تو این رشته نیومدیم به خاطر ویژگی های وابستگی های متقابل خودمون، ما خیلی روابطون سالمه و رفتیم مداری که گرفتیم داریم اینجا خدمت میکنیم. That's okay too. هیچ اشکایی نره، بعضی ها میدونم هستن، ولی من با شما روانکاوها، روانشناسا و مشاورین ایرانی ملاقات کردم، خیلی هاتون رو میشناسم و برداشت من اینه که 70-90% شما به خاطر این ویژگی ها وارد این رشته شدین و به خاطر این ویژگی ها و ناآگاهی یا غافل بودن از این ویژگی هاست که همچین تأثیری رو بیماراتون نمیذارین، مثل 15-16-17 سال اول روان درمانی بنده، کار حرفه‌ای بنده. الان 33 سال دارم این کارو میکنم. منم فکر میکردم خیلی مشاور و روانکاو و قادری هستم، خیلی دارم خدمت میکنم، خیلی تأثیر گذارم، ولی بعدها متوجه شدم که نه، اینطور نبود. از زمانی که متوجه شدم اینطور نبود که 17-18 سالم از اون زمان میگذره، قدری تونستم تأثیر بذارم. امیدوارم شما کسانی که توی رشته روان درمانی کار میکنین بیدار بشین به ویژگی های بیماری وابستگی های ناسالم، هم وابستگی یا کودپندنسی معروف به زبان انگلیسی، و روش کار کنین تا بتونین در حرفتون تأثیر گذار باشین، مؤثر باشین، واقعا بتونین زندگی ها رو نجات بدین یا کمک کنین به افراد به صورت صحیح و مؤثری که اونا بتونن زندگی خودشون نجات بدن. بله، ما زندگی ها کسی نجات نمیدیم، اون یه اشتباه لفظی بود، ولی اگه ما کارمون درست انجام بدیم، فضای ایجاد میکنیم، آگاهی در بیمار ایجاد میکنیم که اون بتونه با اون آگاهی، با اون فضا، با اون بیداری تعهدی هم در خودش ایجاد کنه و کارای لازم بکنه که نجات پیدا کنه. حالا از هر چیه، روابط ناسالم، پرخوری، قمار، اعتیادهای دیگه، مواد، مشروب و حتی ویژگی های بیماری های وابستگی، در رابطه با وابستگی های متقابل، همون کودپندنسی. این هم خدمتتون بگم، بیماران معتاد الکلی که مواد میذارن کنار، اگر نپردازن
برای کسب آگاهی از ویژگی های بیماری وابستگی های ناسالم، همون کودوپندنسی در خودشون، و بعد با علم به اون مسائل، کسب آگاهی به اون ویژگی ها، رو اون ویژگی ها کار نکنن متعهدانه. چگونه؟ دیدن مشاورینی مثل من که کارشونه، رفتن به جلسات 12 گامه، خوندن کتاب های نظیر این. هرچندم که مواد گذاشته باشن کنار، این ویژگی ها میتونه اونا رو برگردونه، سقوط بده به استفاده مواد دوباره. اکثر بیماران خود بنده که بعد از مدت ها رو خودشون کار کردن رفتن، ولی روی این ویژگی ها کار نکردن، من متوجه شدم که دلیل لغزششون، اون تعدادی که لغزش کردن به مواد، مشروب، قمار، پرخوری، سیگار، هر کدوم از اینا، یکی از عمده ترین دلایلش یا بزرگترین دلایلش وجود ویژگی های وابستگی های ناسالم در اونا بوده که اینا رو کشیده و سقوط داده به لغزش. اینا رو گذاشته تو محلی که نباید باشن، با افرادی که نباید بگردن، با انجام کارهایی یا برای دیگرانی که نباید بکنن، دخالت هایی که نباید بکنن، و و و و و. حتما به خاطر میاره این دوستان گرامی که من بارها گفتم بیماری اعتیاد حدود 5-10% اگر که شخص با موادی مثل هروئین، تریاک، قرصای آرام بخش، قرصای خواب‌آور، الکل روبروه، با اون مسئله رب داره. 5-10% به مواد شیمیایی و الکلی که باهاش روبروه اگر تو این روال باشن، بستگی داره، میشه 10%، درسته؟ 10% بیماری اعتیاد. 90% دیگرش عمدش همینجاست، هم وابستگی، کودپندنسی. پرچم یکی مسائل دیگر در خودش در بر داره. ما برای دیگر میگیم 90% دیگرش بین این گوش ما تا این ور، این گوش ما، این وسطه، تو سر ماست، چه مو داشته باشیم چه نداشته باشیم. و اون باورها، اون ویژگی ها، اون مسائل بیمارگونه است که ما رو دوباره برمیگردونه به اعتیاد، یا اوناست که ما رو در روال ادامه اعتیادمون کمک میکنه ادامه بدیم. و چون طبیعت بیماری اعتیاد پیش رونده است، همچنان بیماریمون رشد کنه. بس بیاین به این ویژگی ها در خودمون بپردازیم و ببینیم که سیامک چی میگه. چرا من بعد از 33 سال انقدر تمرکز میذارم، توجه میکنم روی ویژگی های وابستگی های متقابل؟ ببینین چرا من انقدر مهم میدونم که ما با این به این ویژگی ها بپردازیم، یعنی آگاه بشیم و بپردازیم به کسب بهبودی از این ویژگی ها. دوستان گرامی، این ویژگی ها همون مسئول رفتار کرده باورهاست که یه خانواده نسبتا سالم رو به خانواده بیماری تبدیل میکنه و بعدم به طلاق، جدایی، آسیب رساندن به هم دیگه. یکی از کرکترها، ویژگی ها، یه مهم و عمدش کنترل کردنه. ولی ما این کنترل رو با باوری که داریم انجام میدیم، و اون باور از این قراره که میخوایم خدمت کنیم، میخوایم بیدار شه، میخوایم کار درست انجام بده، میخوایم نجاتش بدیم، میخواییم ترمیمش بدیم، حالش رو خوب کنیم، میخواییم میکار کنیم آبروش نره، میخواییم میکار کنیم موفق بشه، و و و و که باعث میشه در مسائلی دخالت کنیم که به ما مربوط نیست، نظرهایی بدیم که کسی از ما نپرسیده. شما آیا
وقتی میخواین یه چیزی به یکی بگین، یه پیشنهادی بکنین، یه نظری بدین، یه راهکاری بدین، کمکی کنین، آیا به فکرتون رسیده ازشون بپرسین عزیزم راجع به این اشکالی که الان میبینی داری روبرو هستی دوست داری نظر منو بشنوی؟ اجازه هست منم بگم چی فکر میکنم؟ فکر کنی برات مهمه یا فکر میکنی که من نظری داشته باشم اگه بدم کمکت کنه؟ اصلا اجازه میگیریم یکی میخواییم اصلا توجه میکنیم و یا درخواستی هست برای نظر ما یا همینطوری میدیم نظرمونو؟ بله، وابستگان متقابل هیچ توجه به مسئله نرن، نظرشون شروع همچنی میگن این کارو بکن، این کارو نکن، این درسته، این درسته، چرا اون کارو کردی؟ نه 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 نه، همش در حال کنترل هستیم. و اون کسی که داره کنترل میشه از زنی که زنش که اینطوری گرفتتش احساس خفگی میکنه، یا از شوهری که این کارو میکنه. من یه دفعه با یه خانمی در رابطه بودم، یه خصوصی بهتون بگم، و یه جور من تماس گرفت که فلانی من یکی پیدا کردم از تو خیلی بهتره، جوانتره و زیباتره و پولدارتره و هرچی، خیلی هم صادقانه گفت این افراد، من واقعا بهش احترام باشم به خاطر صداقتش، اجازه بده ما بریم. گفتم بفهم خانم، خواهیش میکنم، من اینقدر برای خودم ارزش قائل هستم اونوز که کسی که فکر کنه یکی دیگه براش هست که بهتر از منه نیاد با من باشه، چون اون موقع یعنی خودشو کمتر کوچکتر فروخته، ارزون فروخته در نظر خودش، فکر کرده که من از طرف بهتر نیستم یا طرف از من خیلی بهتره و اومده با من، چرا خب بذار بره با اون که بهتره براش یا فکر میکنه بهتره. و با کمال میل واقعا صادقانه گفتم برو و خوشبخت بشی. خودم که میهرت شدم، که غمناک شدم، ولی یکی دو ماه از اونم گذشتم. حالا یک سال بعد یا یک سال و اندکی بعد همین خانم با من تماس میگیره که سویامک چه اشتباهی کردم؟ نم چی شده عزیزم؟ آره این پدر سوخته پدر من در بوده. ایوان میگفت اینجوری لباس بپوش، این کفش بپوش، این رنگ با اون رنگ بپوش، اینجا میتونی بری، اونجا نمیتونی بری، تنها نرو ورزش کن. از یک چیزی که من دیوونه شدم سیامک، من هر دفعه این کارو میکردم تو به یادم میمادی که هیچ با این مسائل کاری نداشتی. من آزاد بودم، هر کاری بخواستم میکردم، هر کاری نمیخواستم نمیکردم، و این رفتار تو در من یک باورهای پیاده کرد که من به هیچ ما نتونستم با اون باورها، با اون طرز فکرها با این مرد بسازم که اینقدر میخواست منو کنترل کنه، و من باش به هم زدم میتونم برگردم پرود. گفتم آره منم الان با کسی نیستم، و برگشت تو زندگی من. این به خاطر سالها کار کردن روی ویژگی های وابستگی های متقابله. اگه من روی 17-18 سال روی مسائل کار نمی کردم، به امکان قوی نمیتونستم این برداشت داشته باشم. یعنی چی؟ اول نمیتونستم بهش بگم که برو به امان خداوند، اگه نمیخوای با من بمونی من اصلا نمیخوام با من باشی، برو و خوش بشی، موفق بشی. دوم وقتی برمیگشت بهش میگفتم یعنی چی؟ ما رو بگه که رفتی حالا برگشتی؟ یعنی همش کنترل و همش غضب و همش کمبودهای داخلی ماست که ویژگی های وابستگی ناسالم یا هم وابستگیه. بیایید هموطنان گرامی بیدار شیم به این ویژگی ها در درون خودمون، به قول امریکایی ها مایندفول باشیم. مایندفول بودن، تمرکز کردن، توجه داشتن، حضور داشتن، پی بردن به این ویژگی ها در مورد خصوص خودمون، در خصوص خودمون، نه کسی دیگه. ما خیلی راحت میتونیم اینا رو در مورد دیگران بگیم، اونم خودش هم جزء ویژگی‌های وابستگی متقابل قضاوت کردن و دیگران رو انالایز کردن. ولی بیایم خودمون رو به عنوان پروژکت خودمون، مسئله خودمون در بر بگیریم، مسئله‌ای که میخوایم بهش بپردازیم. یه وابستگی متقابل اصلا نمیدونه خودش کیه، چی واقعا دوست داره، چی به دلش میچسبه، چی براش مطلوبه، چی براش خوبه. میدونین چرا اینا رو نمیدونه دوستان گرامی؟ برای اینکه برای مدت هاست تمرکزش رو این بوده که چی برای اونا خوبه، چی برای دیگران کار میکنه،
چی کار باید دیگران بکنن، چی دیگران دوست دارن، چی دیگران دوست ندارن، چگونه باید رفتار کنن، چگونه نمیتونه رفتار نکنن، چی باید بپوشن، چی نباید بپوشن، و چگونه تو تلفن صحبت کنن، چگونه نمیتونه تو تلفن صحبت کنن، چه فیلمی اونا دوست دارن، چه آهنگی دوست دارن، چه غذایی دوست دارن، چه غذایی دوست ندارن. یعنی تمام دنیای وابسته متقابل بعد از مدت ها وقتی که همچنان بیماریش رشد کنه میشه بیرون و رسیدن و پرداختن به بیرون اطرافیان خودش محو میشه. من اینا که میان تو آفیس من بعد یکی دو جلسه که یکم بیدارشو میکنم میگم میدونی کی کجا و چگونه خودتو پشت سر خودت جا گذاشتی؟ میدونی چند سال بوده؟ میدونی تو چه نوع رنگی دوست داشتی، چه آهنگایی دوست داشتی، چه نوع فیلمایی دوست داشتی، چه نوع گلایی دوست داشتی؟ اصلا میدونی تو کی هستی؟ اصلا تو کی هستی؟ چی میگی؟ در شوخی میکنم قسمت آخرشو. باور کنید اینا میمونن، این بیمار میمونه که نمیدونه چی جواب بده. ازش میپرسم مثلا چه رنگایی دوست داری، چه آهنگایی دوست داری، چه نوع فیلم هایی دوست داری، چه نوع غذاهایی دوست داری، چه نوع whatever. خیلی راحت اینا میتونن بگن شوهرشون، زنشون، پسرشون، دخترشون، مادرشون، پدرشون، دوستشون، همکارشون چیا رو دوست داره و چیا رو دوست نداره، چی براش خوبه، چی براش خوب نیست، ولی راجب خودشون چندانی نمیدونه. چرا که خودشون سالهای پیش پشت سر جا گذاشتن و تمام زندگیشون از اون موقع تا به حال بوده اطرافیانشون. این بیماری وابستگی های ناسالم، هم وابستگی، وابستگی های متقابل، اسمای متفاوتی داره. انگلیسی راحتش کردن گفتن codependency. بیا این واقع بشی. من امروزه این بیماری باعث و بانی خیلی خیلی بیماری روانی دیگر میدونم. این بیماری باعث و بانی و شروع و رشد و بقای بیماری اعتیاد میدونم، اعتیاد به هرچی. و اطرافیان معتاد و الکلی هم به شدت از این بیماری در عذابن و اونا فقط خوراک بیمار معتاد هستن. در کاری که میکنن به بقای بیمار معتادشون کمک میکنن، تا اینکه یه روزی بگن چه خبر، چی شده، چگونه من 10 سال تو این رابطه هستم با این شوهر معتاد یا زن معتاد یا دوست یا پدر مادر معتاد یا فرزند معتاد، و این 10 سال چه تأثیری در من گذاشته، چگونه منو آسیب زده، من امروز کیستم. بیاین بیدارشی. من یه قدم پا میخوام فرا بذارم و بهتون بگم که قسمت اعظم ویژگی ها یا ریشه هایی که ما کشورمونو به این ملاها از دست دادیم از ما گرفتن و 40 سال دور خودمون گشتیم و هنوز هم کشورمون نتوستون پس بگیریم. هر دفعه هم یه همتی به خرج دادیم صدها از بین رفتن، همین بیماری وابستگی های متقابله. امیدوارم یه روزی زبان فارسی من انقدر قوی بشه، کفاف کنه، کفاف بده که بتونم دلیل این که بگم چرا بیماری وابستگی های متقابل باید شده که ما کشور رو نه تنها از دست بدیم بلکه پس نگیریم و خودمون به جون همدیگه بیفتیم، همین ویژگی های وابستگی های متقابله. من فکر کنم باید 100 تا کتاب فارسی بخونم با روانکاو های خوب و بهبودی یافته از بیماری وابستگی متقابل خودشون کار کنم، منو کمکم کنن که این فرهنگ رو بهتر بشناسم و بتونم روش کار کنم و شواهدی پیدا کنم که بتونم به شما ارائه بدم که چرا این بیماری باعث بانی نه تنها خانمان سوزی یک خانواده رو میکنه بلکه یک اجتماع، بلکه یک کشور.
فکر نمی کنین وقتشه که ما بیدار شیم؟ دیگه چقدر بیشتر باید تلفات بدیم؟ چقدر بیشتر این جوانهای ما باید از این دنیا برن؟ و من شما در ایران فقط به بیماری وابستگی متقابلمون وابسته باشیم و در نتیجه دور خودمون بچرخیم و نتونیم یکی بشیم و نتونیم برخیزیم و نتونیم کشورمون رو پس بگیریم از این مزدورا، از این جانی ها، آدم کش ها. وجود این بیماری در خارج کشور در ایرانی ها انقدر وخیم زیاده که اجازه نمیده ما هم یکی بشیم، همبستگی پیدا کنیم. و این وابستگی باعث میشه که تضاد ایجاد بشه، تنفر و جدایی و نتونیم یکی بشیم. و همون نحوی که در این بیماری در وجودش در یه خانواده باعث میشه تضاد ایجاد بشه، جدایی و فاصله بین افراد خانواده. من واقعا معتقدم اگر 4 تا روانشناس خیلی خوب ایرانی و 4 تا افراد پخته سیاسی دور هم جمع بشن، اجازه بدن منم یکی از جای کوچیکشون باشم و بپردازیم به کسب این ویژگی ها، نشانه های بیماری وابستگی های متقابل، کودپندنسی در بین خودمون و متعهدانه روش کار کنیم، میتونیم این همبستگی در جامعه ایجاد کنیم. شاید اون موقع بتونیم کشورمونو نجات بدیم، ولی اول باید خودمون نجات بدیم، بعد باعث بانیم بشیم که خانوادهمون نجات پیدا کنن، همه برگردیم همبستگی داشته باشیم نه وابستگی، بالو پر بگیریم، پرقدرت بشیم، به همدیگه انرژی بدیم و بعد به خانواده هایی که با ما رفتار میکنن و بعد به جامعه و بعدم کشور خودمون. ولی میدونیم چرا این اتفاق تا حالا نیفتاده؟ دوستان عزیز، من راجع به این مسئله باره اولی نیست که صحبت میکنم. فکر کنم از این 17-18 سالی که خودم به این بیماری آگاهی پیدا کردم، بیدار شدم که چقدرش در من نهفته و دارم روش کار میکنم، اقلا 20 دفعه تو برنامه تلویزیونی بهش وقت گذاشتم مثل امروز و دارم راجع بهش صحبت میکنم. چرا دوستان نمیگیرن اینو؟ چرا به این مسئله توجه میکنن؟ البته میدونم برنامه 40-45 دقیقه رو کسی نگاه نمیکنه، معمولا خیلی به ندرت 10 دقیقه رو بشه نگاه کنه. میدونم اینو، میدونم انقدر بیننده ندارم متاسفانه، مخصوصا صحبت هایی که تهدید کننده است، بیدار کننده است، مشکل شنیدنش. دلیل اساسی اون 10-15% که بر مایی من نگاه کردن یا این موضوعی که من راجع بهش مرتب بحث کردم، مطرح کردم و شنیدن ولی هنوز روش کاری نکردن، دلیلش من میدونم، چون کار کردن رو این ویژگی ها مسائل در حقیقت پرداختن به شناخت خودمونه. یعنی این چشما رو 180 درجه برگردونیم و به درون بنگریم، ببینیم که ما کیستیم. و این کار مشکلیه. عکسش خیلی کار راحتیه که در حقیقت همون ویژگی های وابستگی متقابله، ببینیم دیگران کیستن، کی نیستن، قضاوت کنیم. نشدی میگن قضاوت کردن در خون ما ایرانی هاست؟ قضاوت کردن یکی از ویژگی های هم بیماریه. بعدم بریم جلو که کمکشون کنیم، کنترلشون کنیم، نجاتشون بدیم، ویژگی های این بیماریه. بعدم سرزنششون کنیم، بزنیم سرشون، چرا آدم نشدی، چرا گوش نکردی، یادت نمیاد، نگفتم به نه نه نه، ویژگی های این بیماریه. اگه حرف من گوش میکردی، امروز آدم بودی، امروز دکتر بودی، امروز زندگی داشتی، امروز زن داشتی، امروز شوهر داشتی،
ویژگی های بیماریه. من دمون زندگی رو گذاشتم، از ایران اومدم اینجا بهت کمک کنم، همه دوستان ول کردم، مال انوارم ول کردم، قصرم ول کردم، ماشین شخصیم ول کردم، رانندم ول کردم، اومدم اینجا به تو بچه های عزیزم کمک کنم، نجاتتون بدم. این ویژگی های بیماریه. من میتونم ساعت ها راجع به مسائل صحبت کنم بود، ولی چرا امروز بعد از من الان 33 سال در این رشته کار میکنم، حداقل 30 سال هستش که تو رسانه هستم، از این 30 سال از رادیو صدای ایران شروع کردم با دوست گرامی آقای مروتی در رادیو ایشون و خانم پروین صادقی که تو برنامه ایشون برنامه داشتم، خانه و خانواده، هفته دو روز برنامه داشتم و بعد 24-5 سال هم هست یا 22 سال دقیقا نیمه که تو تلویزیون ها بودم. فکر کنم اگه ما تا حالا 30 تا تلویزیون داشتیم تو 20 اقلا بودم و اخراق نمی کنم. بعضیش 12 سال، 15 سال، 7 سال، 5 سال میگه اینقدر من برنامه داشتم، شاید 1000 تا برنامه شدم، 2000 تا برنامه داشتم. تا چگونه است که هیچ تأثیری روی مسئله نذاشتم، هیچ بیداری در شما ایجاد نکردم؟ هیچ کدومتون نمیرین ببخشید نمیتونم هیچ کدومتون، ولی تعدادی که قابل ملاحظه باشه نمیرین به روانکاوهایی که راجع به بیماری وابستگی‌های متقابل میدونن. متعهدان رو خودتون کار نمیکنین، برنامه من زنگ نمیزنین که بگین گردم سیامک من میدونم تو چی میگی، من بیدار شدم به این ویژگی ها در خودم. بذارین بگم من چقدر در خواب غفلت بودم و چگونه با دیدن روانکاوی که تخصصشون وابستگی‌های متقابل و رفتن به جلسات 12 کامه برای این مورد امروز و خوندن این همه کتابا امروز فهمیدم که چقدر در خواب غفلت بودم سیامک. نه، تعداد خیلی کم تو انگوش شمارتون شاید، و از اونام تعداد زیادی شهامتشو نرین که بیاین اقرار کنین، بیاین به چهارتا دیگه بگین که شما هم از این بیماری در عذاب بودین و امروز در حال نجاتین. یکی دیگه از ویژگی های بیماری وابستگی متقابل تعهد به looking good، این هم بذاریم بهتون بگم. commitment to looking good with all cost، یعنی تعهد به این که خوب جلوه بدیم، خوب بانمود کنیم، هر چقدر هم که برامون آب بخوره. ظاهر سازی اینطور نیست فرهنگ ما. هر چقدر دعوا تو خونه هست، بگو مگو و غم، هرچی تا مهمون بیاد همه میخندیم، بهترین میوه رو میذاریم رو میز، با هم دیگه حتی سعی میکنیم خوب صحبت کنیم در زمانی که مهمون هنوز با ماست. این همون تعهد به looking good و وانمود کردن و واقعی نبودن. حالا اون شخص مهمون میتونه هر کسی باشه، میتونه داداشمون باشه، میتونه خواهرمون باشه، میتونه عممون، خالمون، عمومون، دایمون یا بهترین دوستمون باشه. جلو اونا ما نباید حرفی بزنیم که انقدر غم داریم، انقدر با هم دعوا میکردیم که بدونم ما وضعمون خوب نیست، رابطمون درست صحیح نیست یا رابطمون زخمیه. نه، نباید به کی بگیم. من به یادم میاد این گفته به مردم چه مربوطه؟ چرا باید مردم بفهمن؟ به اونا در جایی که میگه بابا ما نمیگیم که برو شیپور دستت بگی به تمام دنیا بگو، ولی به دوست آشنایی که به تو علاقه داره اهمیت میده، به خواهر برادری که داره به تو رو ملاقات کنه، یا باید میتونی تلفن بداری بهشون بگی. نه سو امیدوارم روزی قبل اینکه من از این دنیا برم، البته تصویری ندارم، اقلا 30-40 سال دیگه انشالله در خدمتتون هستم، شاید هم بیشتر، شاید هم میذاره کمتر، جامعه ما بیدار شن به عمق این بیماری، به قدرت این بیماری، و متعهدانه بتونن در مورد ویژگی های این بیماری در خودشون، بله خیلی ها شبیه خیلی ها که این بیماری داریم، اقلا 10-15 تا از کرکتریستیکس هاش، ویژگی هاش شبیه همه دارن، ولی یه تعدادش هم به خصوص شخص، اون شخص به خصوصه، یعنی متفاوته. برسال رو همه این ویژگی ها کار کنیم، چه اونی که همه دیگران دارن، چه اونی که ما فقط خودمون داریم، و انقدر آگاهی و در کنارش بهبودی کسب کنیم و شهامت که بیاین اینجا با من تماس بگیریم، بیاین مهمون من باشیم، بشین پله من، شما هم بگین چگونه این ویژگی ها خیرتون رو گرفته بود و بهتون گیر داده بود و زندگیتون رو داشت از بین می برد.
امیدوارم. اگرم نشد این مسئله، من باید روی این ویژگی به خصوصم کار کنم که فکر کنم من کاریم و من میتونم تأثیر بذارم تو این دنیا و من میتونم حتما شما رو بیدار کنم و این مسئله باید انجام میشه. اون خودش هم یه ویژگی وابستگی متقابله. من میدونم قدرتی ندارم و نداشتم، بهتون گفتم که 27 سال 30 سال تقریبا دارم این صحبت رو میگم. چند تاتون شنیدین؟ چند تاتون قبول کردین؟ چند تاتون به خودتون پرداختین؟ شاید 5-6 تا، تعداد انگشت هامون شاید. خب من باید به همون راضی باشم. اگه 5-6 تا دیگه هم تا زمانی که از این دنیا برم بیدارشن، برای من کافیه. من انتظاری ندارم دیگه، چون این داشتن انتظار و اینکه من فکر کنم میتونم کار کنم خودش یکی از ویژگی های وابستگی های متقابل منه. بذاریم عبور کنیم به دو تا کتاب میخوام بپردازم. یکیش همین شرر سون، جوونی هستش که آقای اسی لست نمیشون هست، باقری، جوونی که در ایران برین واش شد، رفت جنگ ایران و عراق و برین واش به این مسئله که بهش گفت بودن که برو روی مین اونایی که منفجر میشه رو زمینه قدم بزن که اگه منفجر شدی و بین رفتی میری یه ضرب بهشت. بله، اسلام اینه، خیلی ها رو گول میزنه، برین واش میکنه. و این بچه برین واش شد از سن 14 سالگی وقتی که توی جبهه بوده و داشته میرفته، دوتا جلو که بچه جلوی ایشون که بچه محلش هم بودن داشتن میرفتن، جلوی چش ایشون منفجر میشن، تیکه تیکه میشن و این بچه میترسه. آقای اسی و با گلوله دستشو زخمی میکنه، با گلوله میزنه، واقعا با هفتی میزنه، با تفنگ گنده میزنه به دستش، دستشو سلاخ میکنه که بشه یک بیمار، یک زخمی در جنگ زخمی شده و اینو ببرن بیمارستان رو دیگه ببرنش برگردونش خونه که به عنوان یه هیرو قهرمان برمیگرده خونه. بله، از اینکه بره روی مین قدم بزنه منفجر بشه تیکه تیکه بشه نجات پیدا میکنه، ولی این مثلا انقدر روش تاثیر میذاره که معتاد میشه. قبل از این مثلا یه کمی استفاده کرده بود، ولی انقدر بیماری روانیش، مسائل تروماهایی که تجربه کرده بود انقدر سنگین نبود که میدون ریشه های بیماری اعتیاد تروماست، داشتن تروما فارسیش رو نمیدونم دقیقا چه، مصیبت ها، خاطرات خیلی تلخ، سنگین و روبه. ولی این دفعه که این تجربه رو داشت تو جنگ، انقدر این تروما سنگین بود که PTSDش انقدر قوی بود، یادآوری مسائل، که با مواد خودش آروم میکنه و بعدم ادامه میده به استفاده مواد و این اعتیاد میگیره. و اینم کتابی که راجع به زندگیش نوشته که چگونه اعتیاد پیدا میکنه و به کجا میره، آلمان میره، بعدم بعدی سالها میره کانادا و تو کانادا این کتاب مینویسه. اگه خواستین توی amazon.com هست یا با من تماس بگیرید، من شماره اسی خدمتتون میدم که با خود اسی تماس بگیرید، ولی فکر کنم amazon.com داره شرر سون اسی باقری. دیگری کتابی است که آقای دکتر ابراهیم صادقی نمیشه، دیروز تا برای بار اول باشون آشنا شدم، چگونگی ترک اعتیاد، ببخشید، چگونه ترک اعتیاد کنم و چگونه راه بهبودی را ادامه بدم. کتاب خیلی کوچیکی هم است، میتونه شاید 2-3 ساعته بخونه و خیلی راهکارهای خوبی است. من یه مقدار کوچیکی خوندم و این ویکند تمومش میکنم خودم. این کتاب در آمریکا چاپ نشده نیست، ولی در ایران هست. با این، برای خاطر گرفتن این کتاب میتونید با من تماس بگیرید، من شماره دکتر رو بهتون میدم که ببینین چگونه در ایران میتونید پیدا کنید. فکر کنم کتاب بوشی دوست خودمون آقای فتح‌الله که هست، اسمش از ندای آرامش، سازمان فرهنگی ندای آرامش، این کتاب رو دارن در تهران. به امکان قوی کتاب فروشی دیگه هم دارن. چگونه ترک اعتیاد کنم و چگونه راه بهبودی را ادامه بدم، دکتر ابراهیم صادقی. دکتر ابراهیم صادقی و اینم اسم کتاب. یه بار دیگه میخونم، چگونه ترک اعتیاد کنم و چگونه راه بهبودی را ادامه بدم. اینم یک کتاب خوبه که من توصیه میکنم بخونیم.
شدل سورم که گفتم، یعنی روح شکسته شده و وابستگی ها، هم وابستگی یا وابستگی های ناسالم و وابستگی های متقابل. کتاب های فراونی در این بیماری که امروز تمام وقت گذاشتم راجبه صحبت کردم هم به فارسی ترجمه شده و در کتاب پوشی ندای آرامش در ایران و فکر کنم شرکت کتاب هم یکی دوتاشو داره در وستوود لاس آنجلس. و اگه شماره فتح الله برای کتاب فروشی ندای آرامش در تهران خواستیم با من تماس بگیریم، من بهتون خدمتون میدم. یک دنیا ممنون که با من بودین، متشکر از کارگردان فنیمون و تلویزیون که من ازی میدن این صحبت رو با شما در میون بذارم. خدا نگهدار تا هفته آینده. قدم گذاشتن به دنیای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دست یاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولدی دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید: 949-910-3585 و یا 818-590-0134. زندگی زیباست. مرکز فرهنگی آموزشی ایرانیان تقدیم می کند جشن شب یلدا، یک شنبه 15 دسامبر سال 2019، با حضور پرشور خواننده محبوب نسل ها لاشی. این برنامه شامل پیش غذا، شام کامل و